شما دوستان از محترم در هر کجایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فراد متقی هستم، خبرنگار مستقل و آزاد که با اخبار داغ 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم. اخباری که بخش زیادیش جایی پیدا نمی کنید. اما قبل از اینکه اخبار امروز رو شروع کنیم ازتون خواهش میکنم اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک بزنید. کسی متوجه نمیشه شما لایک زدین، به غرور کسی هم بر نمیخوره، کسی هم به خطر نمیفته، فقط کمک میشه که این ویدیو در فضای مجازی به فارسی زبانان بیشتر پیشنهاد داده بشه. اما بریم سراغ اخبار امروز. بین مقام خواستم بگم علما اختلاف افتاده، دیدم نمیشه بگیم علما، بین مقامات اسرائیل اختلاف افتاده برای حمله به جمهوری اسلامی. میگه گوششو بزنیم، میگه پاشو بزنیم، میگه ولوزل معده‌شو بزنیم. جروزالم پست گزارش داده بین فرماندهان نیروی هوایی اسرائیل مقامات موساد راجع به توافق و جمهوری اسلامی اختلاف افتاده. فرماندهان نیروی دفاعی اسرائیل دستیابی به نوعی توافق و جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن با بی‌توافقی. میگن باعث میشه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سرعتش کم بشه، بعد نیروی هوایی اسرائیل برای حمله احتمالی آماده‌تر میتونه باشه. از سوی دیگه مقامات موساد میگن با هر گونه توافق خوب، بد، زشت، هر چی میخواد باشه با جمهوری اسلامی مخالفن. گانتز در توییتی نوشته تشکیلات دفاعی شبانه روز با تهدید جمهوری اسلامی مقابله میکنه. این مسئله برای اینکه مهمترین و فوریترین موضوع راهبردی کنونی برای امنیت اسرائیله. این هم با هماهنگی بین تمام بازوهای امنیتی به وقوع می‌پیوندد و در عین وجود آزادی بیان این تصمیم‌ها توسط رده‌های سیاسی اتخاذ میشه. یعنی آقا شماها اندیشمندان، تحلیلگران و غیره لطفاً توی این مسئله فعلا ورود نکنن. گفته ما این گفتمان عمیق و باز رو پشت درهای بسته نگه می‌داریم. حالا اون چیزی که پشت در بسته است چجوری می‌تونه باز باشه خودش سواله، ولی به هر حال گفته هر روش دیگر به امنیت اسرائیل آسیب میزنه. اگه فکر کنیم میاریم توی کنست و میگیم آقا همه بیان نظر بدن و جمهوری اسلامی بفهمه و غیره، نه، از این خبرها نیست داشت. اما یوسی یهوشوا که بر خلاف اسمش اصلا ژاپنی هم نیست، تحلیلگر نظامی یادیوت آخرانوت، از آماده شدن اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی در صورت توافق بد خبر داده. یهوشوا گفته بحثی در رأس امنیت وجود داره بین انتخاب میان یک توافق بد و یا عدم توافق که به ارتش اسرائیل اجازه حالا به حال مجبور میکنه اقدام به حمله کنه. یعنی عدم توافق قطعا حمله است، حالا بحث اینه که عدم توافق یا توافق بد. گفته اسرائیل آماده است حتی در صورت توافق بد با تلاش‌های چند بعدی علیه جمهوری اسلامی اقدام کنه و این مؤثرتر از انتظار برای ایجاد قابلیت حمله هوایی با نتایج نامشخص و محدود هستش. مدت زمان زیادی که داریم همینجوری حمله از سمت اسرائیل میشنویم. گهگو داری خیلی داغ، گهگو داری ولن، بعضی وقتا هم خیلی سرد. الان که ما هنوز چیزی ندیدیم و فکر میکنم اگه قرار بود که دولت بنت کاری انجام بده تا الان انجام داده بود. بعد وایسیم ببینیم اگر بی بی بیاد اتفاقی میفته یا خیر. اما تو این کش و قوسی که در سمت چین داره اتفاق میفته، یکی از جایی که چین جدیدن خیلی نفوذ کرده و داره اوضاعش خطری میشه به همون اندازه که در شمال سمت تایوان، شمال شرقی منظورمه، داره اتفاقای خطرناک میفته، سمت استرالیا هم داره همین اتفاق و نیوزلند میفته. یه عالمه بچه جزیره ساخته چین، همش روش برد ادوات نظامی و غیره است. در کنار اینا خب میدونید بحثای تغییرات اقلیمی و غیره، بخش زیادیش دست چپاست و چین از پشت پرده داره این خیمه شب‌بازی رو کنترل میکنه. تو این گیرودار تونستن مردم بکشونن تو استرالیا به بهانه تغییرات اقلیمی تو خیابون و یه عالمه داستان رقم بزنن. اما رویترز گزارش داده که امروز عده‌ای در اعتراض به تغییرات آب و هوایی در سیدنی که بزرگترین شهر استرالیاست به خیابون اومدن و پلیس رو مجبور کردن که جاده‌های اصلی شهر رو در مرکز شهر ببنده. این در حالی بود که ترافیک از پل بندر سیدنی به وسیله معترضان ایجاد شد و میگه از اونجا تا میدون امام سیدنی رفته. حالا میدون امام نداره سیدنی، ولی کلا میخوام بگم که همه شهر ایران داره. 11 نفر دستگیر شدن، از جمله زنی که با قفل فرمون گردن خودشو به فرمون ماشین بسته بود و باعث شده بود که تمام این ترافیک ایجاد بشه. اون طرف هم برابچ ریخته بودن تو خیابون و با خیال راحت اعتراض و سطل آشغال چپه کن و جعبه شیر پرت کن و غیره وسط خیابون. البته اتفاق خیلی خفن بوده. این همون خانومی هستش که
گردن خودش و قفل فم، چجوری از اون قفل فمون رد شده فقط من موندم. این قاعدتا باید یه پول کلوفتی بهش داده باشن چپولا که بیاد همچین حرکتی رو بکنه. به گفته پلیس تعداد این تظاهر کنندگان 60 نفر بیشتر نبوده و اعضای گروه فعال آب و هوایی به نام بلاکید استرالیا بودند که تونستن با ایجاد ترافیک در ساعات اوج ازدحام باعث هرج و مرج بشن. سازمان دهندگان این تظاهرات گفتن که آقا در تمام هفته همین خبرها هست، ولی بعید میدونم. چه نکته جالبی بود، یعنی ما در ساعات اوج ترافیک اگر دو سه نفر دو سه جایی همچین حرکتی بکنن، حالا بگم به صورت تصادفی این اتفاق افتاده و فکر کنم که خوب بتونن تمام نیروهای سرکوب رو درگیر بکنن. اما پوتین به بریتانیا رو موشک هسته‌ای شیطان دو سیتن تو تهدید کرده. پوتین تهدید کرده که تا پایان امسال موشک هسته‌ای جدید سیتن دو رو که میتونه 3 دقیقه‌ای به بریتانیا برسه رو مستقر میکنه. معاون دفاع کمیته دومای روسیه گفته نابودی انگلیس با یه دونه از این موشک‌ها تنها 2 دقیقه طول میکشه. حالا کاری ندارم، ریاضیشون ضعیفه، 3 دقیقه طول میکشن برسه اونجا، چجوری اونجا 2 دقیقه میخواد نابود بشه یه بحثه، ولی بحث دیگه اینه که خیلی داره اوضاع خطرناک میشه. و جالبش اینه که انگلستان نه تنها کوتاه نمیاد، بوریس جانسون یا اندازه خطر رو درک نکرده یا اینکه پشتش واقعا خیلی گرمه، چون مرتب داره اون واکنشی که باید به روسیه نشون بده رو پررنگ‌تر غلیظ‌تر هم میکنه. حالا این وسط ها بنده خدا مردم انگلیس موندن که آقاش میخوای متر کنی بگی چقدر طول میکشه تا کجا برسه، چرا میگی تا انگلیس؟ خب بگو تا آمریکا چقدر میرسه. یکی از مشاوران رسمی دولت بریتانیا به دلیل نفرت پراکنی علیه شیعیان از سمت خودش برکنار شده. میدونی که چه قدرتی داره جمهوری اسلامی در اون نقطه. اما این شخص که امام قاری عاصم روحانی سنی مذهب هستش، متهم شده که به اعتراضات علیه فیلم The Lady of Heaven دختر پیامبر دامن زده. این فیلمی که خودتون میدونید که چقدر دردسر درست کرد و میخواستن کارگردانش هم مثل سلمان رشدی بدن به باد و غیره. گروه های مسلمان سنی بریتانیا با ادعای این که فیلم دختر پیامبر توهینی علیه اسلام سنی هستش، مقابل خانه فیلم بریتانیا تظاهرات کردن و دومی زنجیره بزرگ سینمای جهان رو مجبور کردن تمام نمایش های این فیلم رو لغو کنه. My time is near, and afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. بله، حالا این تریلرشه که حالا معلومه بعدا فیلم حالا بیاد رو سینمای خانگی تو نتفلیکس. اونی که جرئت نمی‌کنن چیزا بیارن. سریال مسیح هم که انقدر خوش ساخت ساخته بودن، اختلاف افتاد بین مسلمونا و مسیحیا و نامه نوشتن انقدر تهدید کردن که آخر سیزن 2 رو کنسل کردن. سریال ماسایا اگر که ندیدید ببینید در نتفلیکس، سریال قشنگیه. اما در شرایطی که آرژانتین و جمهوری اسلامی در حال پیوستن به بریکس هستن، تقریبا قولش رو که به رئیسی دادن، از اون طرف آرژانتین هم که درخواست کرده، روسیه خیلی خوشحال شد هرچی از آمریکای جنوبی نیرو بتونه بیشتر بگیره، واسه این پیمانه بیشتر لذت میبرن. آقای چن ویهوا سردبیر روزنامه چاینا دیلی ایو با مقایسه جمعیت کشورهای عضو بریکس و جی 7 خواسته تا چین نماینده جامعه جهانی باشه. این اتفاق بسیار مهمی میتونه باشه. تقریبا میتونیم بگیم بعد از این پیمان بریکس که انجام شد و کشورها جزوش اومدن، چین یه خود همچین شاختر هم شد. یعنی میگه آقا بریکس داره نمایندگی از 3.2 میلیارد نفر جمعیت میکنه و جی 7 فقط 777 میلیون. حالا کی باید حالا لیدر جامعه جهانی باشه؟ کی باید جامعه جهانی رو پریزنت کنه و نمایندگی بکنه؟ اگر رو جمعیت حساب بکنیم، خب 3.2 میلیارد نفر کجا، 777 میلیون نفر کجا، از اون طرف هم اونجا 7 تا کشور. یواش یواش این بریکس هم میشه 7 تا، تا الان 5 تا هستن، 2 تا کشور هم داره اضافه میشه، میگن ما 7 تاییم، شما هم 7 تایین، ما 3.2 میلیارد نفر جمعیت داریم، شما 777 میلیون نفر. کلا
تو همه چیز چین داره شاخ میشه، اگه شاخشو نشکنن ممکنه این شاخ کار دست همه دنیا بده. اما پاپ فرانسیس هم جالبه بدونید که بله پاپ فرانسیس شایع شده بود که قرار استعفا بده، گفته نداداش این خبران نیست. میدونید که ما استعفا تو زمینه پاپا خیلی کم داشتیم، چون اصلا بهشت برینن دیگه، همه کار میکنن، هم خلاف هم غیر خلاف و غیره، و بعدم اینکه ثروت دستشونه، همه چیز دستشونه. الان متوجه میشین بیشتر قبلا شایعه منتشر شده بود مبنی بر اینکه پاپ قصد داره استعفا بده، اما خود پاپ تکذیب کرد، گفته که حتی فکرش هم نکنید، عین کلام خود پاپ. یه مدت میگفتن مریض میخواد بره، یه مدت میخواستن حالا میگفتن میخواد بره که دادگاهی نشه، نمیدونیم والا. گفته البته اگر هر کسی دیگه هم بود، حالا اینو از خودم میگم، اگر هر کسی دیگه هم بود استعفا نمیداد. جالبه بدونید که کلیسای کاتولیک با 35 میلیارد دلار ثروت نقدی، دقت کنید 35 میلیارد دلار ثروت نقدی، یک مجموعه هنری به ارزش 17 میلیارد دلار و کلی سهام و ذخایر شمش طلا، جواهرات و لباس، بزرگترین صاحب ملک روی کره زمین هستش. من نمیدونم واقعا، شما تو کامنت بگین. من فکر میکنم اگر این آستان دزد ردوینا رو جمع بزنیم، شاید با این حالا کلیسای پاپ در واتیکان برابری بکنه، شاید هم جلوتر بزنه. یادمون نره که این رهبر مسیحیان کاتولیک جهان و اون آستان دزد ردوی هر چی داره در میار از خود مردم عزیز کشورمون داره میچاپ و قصب میکنه، همه کسافتکاری اونجا انجام میده. ولی نمیدونم چقدر، اگر که دوستان کارشناس جای پیدا کردن یه تقسیم کنم ببینیم اگه مقایسه کنیم چقدر جلوتریم. و همچنین لازمه جالبه بدونید که کلیسای واتیکان کلی کمک مالی رو به عنوان کمک به فقرا و افراد رنج دیده دریافت میکنه، اما تحقیقات وال استریت ژورنال نشون میده که تنها 10% از پولا اهدا شده به کلیساها به افراد نیازمند میرسه، 90% بقیه برای رفع کسری بودجه رو به رشد واتیکان استفاده میشه. یعنی اونم مثل آخوندا میمونه، هر سال این قضیه اضافه میشه بهش، اینجوری نیستش که ثابت بمونه. هر سال اونام آخونده مسیحی تولید میکنن، هزینه ها بیشتر، مسافرت ها بیشتر، کلیسا ها بیشتر، و به این ترتیب میره جلو. اما مدودف به غرب راجع به آخرالزمان هشدار داده. چند تا از رسانه های اسرائیلی در مورد این چهار سوارکار فور هورسمن آخرالزمان اومده بودن نوشته بودن، که یکیش خب مریضیه که اومده، مرگ که اومده، یکیش جنگ، دو تاشو روسیه و ایران میده، یعنی جمهوری اسلامی میدونستن. حالا مدودف هم که خودش یه دوره رئیس جمهور روسیه بوده، نسبت پوتین تازه میگن لیبرال تره و این همه داستان داره، همه تهدیدهای خونی داره میکنه، گفته سواران آخر زمان همین الان تو راهن و همه امیدها فقط به خداست. جالبه که بیشترین کسایی که بیشترین قتل‌ها رو انجام میدن بیشتر از همه به خود معتقدن، یعنی آدم میکشن و همش هم میگن خدا و خدا و خدا و خدا. رودی جولیانی دیروز از یک کارگر سوپرمارکت بنده خدا کتک خورده، این پیرمرد جنگجو، شهردار سابق نیویورک، در حالی که داشته برای کمپین پسرش در فروشگاه تبلیغ میکرده، تعدادی از هوادارش روش گرفته بودن تا باهاش صحبت کنن، اما همون لحظه یکی از کارگران فروشگاه که از مخالفای قانون سخت جنین بوده به پشت جولیانی ضربه میزنه و بهش میگه که تو یک آشغال کثیف هستی. بهش گفته که تو یکی از کسانی هستی که زنا رو میکشی، گفته شما به بچه‌ها فکر میکنید در حالی که زنا رو میکشید. خود جولیانی در گزارش به پلیس گفته نزدیک بود زمین بخورم و درد شدیدی پشتم احساس کردم. جولیانی گفته همونجا با پلیس تماس گرفتم و این شخص دستگیر شد. گفته که از دلایلی که در دوره من جرم و جنایت کاهش پیدا کرده بود همین بود که چنین مواردی رو نادیده نمیگرفتم و باهاش برخورد میکردم. پسر جولیانی هم گفته که باباش حالش خوبه، اما گفته من چپا رو به خاطر تشویق به خشونت سرزنش میکنم. و اما بلاروس مخفیانه به جنگ علیه اوکراین پیوسته، بعد از اون که دیدیم یه عالم از این موشک ها بودش که از سمت بلاروس به سمت اوکراین و در خارکف و شمال شرق کیف و غیره اومد، شنیده که از اینه که سوا این که جایی رو در اختیار روسیه گذاشته در جای مختلف که موشک شلیک بکنن، خودش هم مخفیانه به جنگ پیوسته. باید ببینیم که سربازاش کی کف پوتیناشون خاک اوکراین رو
لمس میکنم. و ما خط تولید چندین شرکت از جمله فولاد خوزستان و مبارکه اصفهان مورد حمله سایبری قرار گرفته. گروه سایبری گنجشک درنده مسئولیت این حمله را پذیرفته، اعلام کرد این اقدام در واکنش به تجاوزگری های جمهوری اسلامی صورت گرفته. گنجشک درنده خیلی شبیه Angry Birds. گروه گنجشک های درنده همون گروه سایبری هستن که قبلا هم مسئولیت حمله به سیستم سوخت رسانی رو به عهده گرفته بودن. البته به لوگو و اسم سه تا گروه سایبری که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن توجه کنید، متوجه شباهتشون با هم دیگه میشین. اگر به لوگو و اسم سه تا گروه سایبری که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن توجه کنید، یکیش همین گنجشک درنده است، دومیش راسویابه که تمرکزش بر روی افشای اطلاعات شخصی مقامات نظام هستش، و سومیش هم که یوز پلنگان وطن هستن که مسئولیت حمله به مرکز توسعه سانتریفیوژ در نطنز رو بر عهده گرفته. اما معمولا همونطور که جمهوری اسلامی سعی میکنه در خارج از کشور خیلی چیزا رو رصد کنه و ببینه کی به کی ربط داره و کی داره چی کار میکنه، غیر این در تقریبا میتونم بگم تمام کشورهای مختلف هستش. اینجوری نیستش که بقیه نشسته باشن و فقط بخوان از اخبار جمهوری اسلامی مطالب رو دنبال بکنن. این حالا شباهتایی هم که خدمت شما عنوان شد از اینتلی تایمز اسرائیل من آوردم، حالا اگر خود عکسش هم پیدا کنم بیارم که چه بهتر. بله، اینتلی تایمز اسرائیل با رسم شکل اینا رو مقایسه کرد با هم دیگه و ویژگیاشون رو گفته بود که گفتم برای شما بیارم، خالی از لطف نیست. و اما اینکه یکی از اتفاقات جالب این بودش که یه یادداشتی امروز گذاشته بودن اونجا که هک کرده بودن، شماره بیت رهبری روش گذاشته بودن، نوشته بودن که به دنبال تهاجمات سایبری جمهوری اسلامی شرکتتون رو در این لحظات تحت حمایت سایبری خود قرار داده، این جهت جلوگیری از حملات دیگر با این شماره تماس بگیرید. و شماره بیت رهبری بوده که اینم بالا در نوع خودش جالب بوده. زنگ میزنیم بیت رهبری بگین آقا ما رو هک کردن، یا زنگ میزنیم بیت رهبری بگین آقا ما رو دیگه هک نکنید. اما باز این داستانم یه بود دیگه داره که مشخص نیست کار خود نظام بوده یا نه، چون قصد اون بحث سوخت رسانی و اون بحث های کارت های سوخت که 100% کار نظام بود، مدت زمانی هستش به خاطر اون اتفاقی که روسیه رقم زده و داره ورقای فولاد رو با 20% تخفیف میده و بازار تقریبا جمهوری اسلامی رو قبضه کرده، خیلی شکایت زیاد از سمت کارخونه‌های تولید فولاد که آقا به روسیه چیزی بگو و بگو آدم با شما هم بازی بده و غیره. ممکنه این هک از طرف خود نظام باشه برای اینکه بتونه یه مدت دستگاه رو بخوابونه، اتفاقو یه استاپی بده تا بتونن به یه جمع‌بندی با روسیه برسن. فولادی که پدر کشور در آورده، هرچی آب تو استان‌ها باید صرف آبادانی می‌شده رفته وسط کویر تو این کارخونه ساخت فولاد و همش بخار شده رفته هوا. اما جمهوری اسلامی سعی داره چه زودتر افتار حمله به مرکز موشکی شهید همت رو مخفی کنه. هفته قبل بازم اینتلی تایمز فاش کرد که پایگاه موشکی شهید همت هدف حمله قرار گرفته. امروز هم گزارش داده که جمهوری اسلامی سعی داره هر چه زودتر قبل از اینکه تصویر ماهواره با وضوح بالا ثبت بشه مخفیش کنه. بعد از این حمله سقف مرکز به کلی آسیب دیده و وقتی که سقف نباشه با توجه به معماری ساختمان، کارشناسان میتونن ارجابی کنن که جمهوری اسلامی دقیقاً داشته چه چیزی رو توسعه میداده. برای همینه که حالا تمام تلاشش اینه که با تمام سرعتی که میتونه لاپوشونی کنه، قضیه رو مخفی کنه که عکسای دی پی آی بالا نتونن بگیرن، زوم کنن و داستانشون لو بره. اما جمهوری اسلامی یک روز بعد از سفر جوزف بورل بهتر بگم اقدام به پرتاب موشک کرده. وزارت دفاع جمهوری اسلامی موشک ذوالجناح رو که ادعا میشه ماهواره بره و هدفش تحقیقاتی است، پایگاه خمینی در سمنان به هوا پرتاب کرده. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته این ماهواره بر که 3 مرحله‌ای هم است، از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست که دارای 2 مرحله پیرانش جامد و 1 مرحله با پیرانش مایع هستش. حالا ما نمیدونیم که این
جایی خدا نکرده تو دهی، روستایی، شهرستانی، استانی از کشورمون فرود اومده یا تونسته به یه جایی بره اونور کره زمین حداقل فرود بیاد. بله، و اما همونطور که میدونید تا الان چندین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی به دلیل فنی یا خرابکاری احتمال شکست خورده. برخی منابع غیر رسمی خبر دادن که این پروژه هم شکست خورده و جمهوری اسلامی موفق نشده. پرتاب موشک در حالیه که دیروز روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت مقامات نظامی آمریکا در ماه مارچ گذشته به منظور بررسی راه‌های هماهنگی برای مقابله با گسترش فزاینده تهدیدات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در شرم الشیخ نشست محرمانه داشتن. مقامات آمریکایی و مقامات منطقه به این روزنامه گفتن در این جلسه افسرانی از مصر، اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس و چند افسر عالی رتبه اسرائیلی و آمریکایی حضور داشتند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب موشک ماهواره بر این اقدام را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانسته. از سوی دیگه کاخ سفید نیز آن را اقدام غیر مفید و بی‌ثبات کننده توصیف کرد. خانم ژان پیر که مستحضر هستید دیگه، نقش انسرینگ ماشین رو بازی میکنه، سوال ازش میپرسن، کتاب وام کنه، از روش میخونه. یعنی جایی اگر نرم افزار اسپیچ مایکروسافت میذاشتن بهتر. اما علی مطهری گفته شائبه نفوذ کجا رفتی و بر شائبه نفوذ روسیه در برخی از ارکان کشور وجود داره. حالا جالبش اینه که میگم همه وقتی بیکار میشن میشن بلبل سخنگو، نفوذ چیه؟ یارو بلند میشه خامنه‌ای از خامنه‌ای حساب جواب میگیره، لازم میگه شائبه نفوذ وجود داره. گفته بحثای وزیر امور خارجه مایه شرمساری ملت ایرانه. گفته این جمله امیر عبداللهیان که اگر قرار است همه طرف‌ها به برجام برگردن پس باید به گونه ای عمل بشه که روسیه هم نفع خودش رو ببره مایه شرمساری ملت ایرانه. مطهری گفته برجام ارتباطی به روسیه نداره و که بخواد منافعی در اون داشته باشه، مگر ایران جزو کشورهای مشترک المنافع روسیه و مستعمره روسیه است که منافعش با منافع روسیه گره خورده باشه. روسیه منافع خودشو از ایران سالها قبل با الحاق آذربایجان و گرجستان و ارمنستان به خاک خود برده، لازم نیست از برجام هم منافع ببره. طوری رفتار نکنیم که شائبه نفوذ روسیه در برخی ارکان نظام تقویت بشه. اما مثل اینکه جمهوری اسلامی داره برای روسیه تسلیحات میفرسته، اینتلی تایمز گزارش داده که یک پروند هواپیمای باری 747 شرکت فارس ایر قشم همزمان با حمله روسیه به اوکراین طی دو ماه گذشته در 18، 23 و 26 ژوئن به روسیه پرواز داشت. تمام پول مردم عزیزمون تا حالا خرج لبنان و سوریه و نوار غزه و حماس و حزب الله غیره میشد، حالا یه بخشم داره تبدیل تسلیحات میشه، اونها میفرستن میره واسه روسیه، در حالی که مردم خودمون در هزار یک مشکل و گرفتاری هستن. با کمک شما دوستای عزیز، مثلا کسایی که به صورت ماهانه هر چند اندک دارن کمک میکنن، یه آبرسانی خیلی به موقع به استان خوزستان به سری روستاهای خشک اونجا انجام شدهش. مردمی که برای آب آشامیدنی هم مشکل دارن، چه برسه واسه آب چه میدونم حمام و غیره، این فیلمو پخش میکنم با تشکر از تمام کسایی که در این کار بسیار نیکو یاری کردن بنیادو که این کار بسیار مهم رو انجام بده. بعد در خدمتتون هستم. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. با یاد و نام خدا، امروز 24 خرداد بارگیری آب تصفیه برای روستاهای جاده خرمشهر. با سلام، امروز 24 خرداد روستای عیاشه که از این مخزن آب 4 تا خانوار یه خونه
دو تا خونه دو تا هم خوشی خونه، ولی متاسفانه اهالی این روستا امروز مراسم پاتوپویی دارن روستای بغلی و کسی تو روستا نیست که باش صحبت کنی. فکرشو بکنی چقدر خوشحال میشن وقتی مردم این آبادی از روستای بغلی برگردن و ببینن منبع آبشون، آب انبارشون به لطف و عشق شما مردم وطن پرست که خارج از ایران به یاد اونها بودید پر از آب آشامیدنی شده و میتونن حداقل یک هفته رو راحت سپری کنن. چهار خوردار این مزن بزرگی که برای چهار تا خانوار رو براشون کرده این سرویس شد. سجار خوردار دوستای عیاشه دوستان، اینجا خطه زیبا از کشور عزیزمونه که مدت هاست فراموش شده مگر که هموطنهای عاشق به فکرشون باشن، اگر نه که هیچ. آیاد و نام خدا، امروز 24 خرداد سرویس دومی در حال بازگیری. سلام عمو. آب ندارید؟ در شهرهای جنوبی کشورمون بیشتر از هر جای دیگه ای آب معنی زندگی میده و شما نمیدونید با همین کمک‌های کوچیکتون که رو هم جمع میشه چه زندگی به این مردم میدید. نهی برین این مردم مظلوم و نازنین هیچ راهی ندارن. تمیزترین آبی که میتونن استفاده کنن همین آبی که توی این منبع است و رنگش میبینید از خزه تقریبا سبزه. این آبی که شما شاید حاضر نباشید که فرزندتون باش دست و روش رو بشوره، رنگی که همین آب آشامیدنی تازه بعد از دو روز کلش همین رنگی میشه. سلام خدمت دوستان، امروز 24/3/401 آبرسانی برای روستای جاده خرمشهر. کمک کنید تا در کنار همدیگه بتونیم زندگی رو به این مردم جنوبمون بدیم. کمک کنید با همدیگه نور و امید بهشون بدیم، آب بدیم، در حقیقت بهشون زندگی بدیم. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. بله دوستای عزیزم، امسال در خوزستان رکورد گرما شکسته شده. مردم عزیزمون تشنه لب موندن واقعا چیکار بکنن. اگر که من و شما در کنار هم فقط به اندازه پول یک آب معدنی برای آبرسانی این دوستان هزینه کنیم، حداقل میتونیم بگیم که یه چند تا روستایی میتونن، اگر ما به اندازه هر هفته و اندازه یک آب معدنی بهشون کمک کنیم، بازم میگم ما تعدادمون زیاد کم نیست، میتونیم چندین و چند روستا رو آبرسانی کنیم و مردممون امید به زندگی داشته باشن. کاری نمیتونن بکنن، نمیتونن خونه زندگی رو ول کنن برن کجا، انقدر اجاره ها سنگینه، انقدر دردسر و مشکل هست که راهی ندارن، نمیتونن زن و بچه برن کارتون خوابی بکنن در حاشیه شهرها. تنها راه اینه که من و شما کمک کنیم یه مقدار آب براشون برسه که بتونن بقیه زندگیشون و خودشون سپری کنن. شماره بنیاد رو صفحه است 1-704-544-7800 و نوروز.org که آدرس سایته. و هر کشور گرمی که الان دارید زندگی میکنید، هر موقع که خیلی کلافه بودید یه نگاه کنه به درجه حرارت هوا، ببینید بیشتر از 30 خورده ای نیست. بعد فکر کنید که نزدیک به 60 درجه در خوزستان بدون آب آشامیدنی مردم چه وضعیتی میتونن داشته باشن. کمک کنید که یه مقدار زندگی براشون راحت تر بشه. اما خبر آخر بهتون میگم، خبر جالبیه. سران گروه 7 هم پوتین رو مسخره کردن، هم وعده 600 میلیارد دلاری برای مهار چین دادن. سران گروه 7 در آلمان وعده دادن تا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود
وضعیت سلامتی جهانی و همچنین برابری جنسیتی و ارتقاء زیرساخت‌های دیجیتال در مجموع حدود 600 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. از این پروژه‌های مسخره که اصلا این پول کجا صرف میشه؟ شما ببینید فقط چند تا چیز برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بهبود وضعیت سلامت جهانی، خود این 600 میلیارد کمشه. برای برابری جنسیتی 600 میلیارد مثلا چی آخه، کجا، چه داستان؟ و ارتقاء زیرساخت‌های دیجیتال، معلوم میشه که اتانا کلش میره سمت دیجیتال، اینا شیتیلشون از شرکت‌های سیلیکون ولی میزنن به جیب. اما آمریکا قرار 200 میلیارد دلار از این بودجه رو تامین کنه. بایدن تو این نشست گفته این یک کمک خیرخواهانه نیست، یک سرمایه گذاری که بعداً بازدهی داره. و اما اونا همچنین بایدن که والا من موندم این فقط مونده با این عقلش بیاد سرمایه گذاری هم بکنه، چرت و پرت زیاد میگه دیگه. امیدوارم اون ویدیو خاص رو دیده باشید که دوبله کردم براتون، اووردم کارتای رو دستش، یارو وقتی نمیدونه اونجا باید کجا بره چی کار کنه، رو برگی نوشته برو بشین سلام کن، نوشته خبرنگارا رفتن صحبت نکن. یعنی فکر کنم ممکنه خبرنگارا بره این رو به دیوار هنوز در حال صحبت کردن باشه، بعد همه اینا دارن یا تو گوشی بهش میگن یا رو همین کارت ها نوشتن بره حرف بزنه. اونا همچنین لحظاتی قبل از گرفتن عکس دست جمعی دست به شوخی زدن و پوتین رئیس جمهور روسیه رو مسخره کردن. اونم انقدر عقده‌ای که فردا میبینید دو تا موشک حواله‌شون میکنه. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بود که جرقه این شوخی رو زد و با گفتن این جمله که کتامون رو در بیاریم یا نه، این در حالی بود که همه اونها دور میز گردی در چند متری خبرنگاران نشسته بودن. بله، اما جاستین ترودو موضوع ادامه داد و گفت صبر کنیم تا از ما عکس بگیرند. و باز جانسون ادامه داد بعد نشون بدیم که از پوتین قوی تر و بالتریم. و باز ترودو گفت بله این حق ماست که لخت سوارکاری کنیم. اشارهشون به عکس پوتین در سال 2009 که نیمه برهنه در حال سوارکاری و نشان دادن آمادگی بدنیش، حالا من نمیدونم یه مش چربی و اینا رو ریختن و بیرون سوار اسب شدن، چه مثلا هنری داره که طرف اینجوری لخت رفته بود و سوارکاری کرد. فکر که الان میگن آقا بیاد مارول جدید و مثلا ایشون بیاد با این بدنش بازی کنه. اما جالبه بدونید که حالا توی این جمعی که بودن همه مرد بودن، فقط یه نفر خانم اورسولا فوندرلاین زن بوده. حالا نمیگم واسه اینکه میخواستن لباساشون رو در بیارن، نه، این تو کل خبرها اشاره شده بود که چند تا مرد در حضور یه زن داشتن صحبت از در آوردن لباسشون انجام میدادن. اما حالا این چیزا در کشور خارجی خیلی روتینه، یعنی حالا ممکنه چه میدونم استخرم برن با هم، درسته که در حالا مقام های خیلی بالای سیاسی هستن، ولی اونا که گوشه چششون این سو پره دیگه. یعنی کسی که اینور زندگی میکنه چیز عجیب و غریبی نیست اگه بگم مثلا لباسام رو در بیاریم، هم چیزی نیست. ولی داشتن نگاه میکنم تو فضای مجازی خیلی درخواست کردن، گفتن اگه قراره G7 به این سمت بره که لباس تر بیارن و اینه، لطفاً هرچه زودتر کرواسی هم به G7 اضافه کنید. اصلا G7 چه معنی داره؟ G8ش کنید کرواسی هم بیاد، حداقل تا وقتی که رئیس جمهور کرواسی خانم کولیندا گرابار هستش حتما بیارید، چون ایشون کمالاتش هرچی بگم کم. اصلا بی بی سی در موردش یه خبر کار کرده بود که این مدل یا رئیس جمهور که انقدر زیباست، تا بعد از اینکه حالا یه سری اکتیو هم ازش اومد بیرون و که اصلا در دنیا سر و صدا به پا کردش که خانم بالا هم داشته. Meanwhile this lady you see is کرواسی is president، ایشون رئیس جمهور کرواسی. خیلی هم فوتبالی هستن که دلایلی که کرواسی فوتبال خوب بازی میکنه چون یه همچین طرفدار کنار زمین داره. خلاصه آقا نمیدونیم، من از قول مردم ایران از G7 میخوام که اگر قراره این حرکت های شنی و انجام بدن لطفا بشن G8، کرواسی هم بیارن. ما یه مربی هم داشتن قبلا تو ایران خوب بازی کرده، در حتی مربی بهونه است، منظور اینه که بالاخره یه همچین رئیس جمهوری همون بالا باشه. اما خیلی ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید. امیدوارم که این اخبار تونسته باشه نظر مساعد و رضایت شما رو جلب بکنه. تلاشم برای اینه که اخباری بیارم که یا
نکته پشتش باشه یا لابلای خطوطش حرفی باشه یا اخباری باشه که هر چقدر هم کوتاه باشه به آگاهی شما کمک کنه و جای دیگه نتونید پیداش کنید. اگر تا حالا سابسکرایب نکنید لطفا سابسکرایب کنید و ممنون میشم که اخبار لایک بزنید، در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا درودی دیگر بدرود و خدا نگهدار.